میشه در همین زمین پشت سر من که برج‌های دوقلو قرار داشت هم چهره این منطقه به کلی عوض شده نسبت به اتفاقات و صحنه هایی که 10 سال پیش شاهدش بودیم. هزاران نفر از ساکنان نیویورک که صبح 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بر سر کار می رفتند آخرین کسانی بودند که برج‌های دوقلوی تجارت جهانی را بلندتر از همه آسمان خراش‌های شهر ایستاده دیدند. وقایع صبح آن روز دردناک نه فقط سیاست خارجی و داخلی آمریکا را متحول کرد، بلکه چهره این شهر را نیز برای همیشه تغییر داد. شاید کمتر کسی در ساعاتی که بسیاری به فکر جان خود و نزدیکانشان بودند با آنچه باید روزی جایگزین برج‌های نمادین شود می‌اندیشید، اما طولی نکشید که در میان غم و اندوه ملی در آمریکا بهترین‌های معماری و شهرسازی و مقامات شهری برنامه‌ریزی برای بازسازی قلب نیویورک را آغاز کردند تا زخم عمیق آن روز را با این مجموعه منحصر به فرد از برج‌ها و یادبودها ترمیم کنند. This is 10 years after the attacks, which certainly changed the world. در دهمین سالگرد حملاتی که هم نیویورک و هم دنیا را تحت تاثیر قرار داد هستیم و من خیلی خوشحالم که بر مبنای طرح من در خلائی که توی آن زمین ایجاد شده بود، در محلی که سمبل نابودی بود، تولدی دوباره داره رخ میده و یاد هزاران قربانی گرامی داشته میشه. این بنایی است که از یک مجموعه تجاری و مالی فراتر رفته. فراتر رفتن از یک مرکز تجاری و آفریدن یک نماد که با گرد هم آوردن بهترین خلاقیت ها ممکن شده است. آسمان خراشی که بلندترین در نیویورک خواهد بود و بار دیگر مرکز تجارت جهانی نام خواهد گرفت. 6 برج کوتاه‌تر در میانشان 2 آبنما دقیقاً در محل برج‌های دوقلو، 1 موزه و بنای یادبودی در زیر زمین. ساخت و ساز برای به پایان رساندن برج اصلی، محوطه و ساختمان‌های اطراف البته همچنان ادامه داره و پیمانکارا امیدوارن تا 5 سال دیگه کل این مجموعه رو به بهره برداری برسونن. یعنی 15 سال از روزی که برج‌های دوقلو در عرض کمتر از 1 ساعت فرو ریختن. علت طولانی شدن این روند اختلافاتی بود که بین معماران برای طرح نهایی وجود داشت. طرح نهایی که آذین والی، معمار با سابقه ساکن نیویورک میگوید در نهایت به ترکیبی از هر دو دیدگاه منجر شد. 2 تا تفکر وجود داشت به ما بین آرشیتکت ها و اینکه آیا باید چیز اینجا ساخت و یا نه. با وجود ساخت چندین برج در این محل، او و معماران طرفدار فضای باز شهری میگویند از بخش های از این طرح راضی اند. روزهای اولی که این اتفاق وحشتناک افتاد، یه اتفاق زیبایی که از توش در اومد این بود که 2 تا نورافکن خیلی ساده جای این دوقلوها و این ساختمان‌ها گذاشته شد که زمین و آسمون رو به هم وصل کرد. و یکی از زیباترین کارهای معماری که تو این فضا به وجود اومده مشابه با اون این 2 تا آبنمایی هستن که روی ردپای دوقلوها وجود دارن و با انعکاس آسمون و زمین این دوتا رو دوباره به هم وصل کردن. یه جذابیت دیگه که این آبنماها دارن صدای آبیه که به وجود میارن و مثل یه آهنگه که از چند خیابون دورتر آدم میشنوه و بهش کشش پیدا میکنه و یه محیط آرام بخشی به وجود میاره. آرامش بخشیدن به شهری که آماده است زخم 10 ساله را با تولدی دوباره در جایگاه برج‌های دوقلو به فرصتی برای بازسازی و حرکت به سوی جلو تبدیل کند. دوباره بهمن کلباسی رو داریم. بهمن، در گزارشت اشاره کردی حدود 5 سال دیگه تا افتتاح کامل این مجموعه باقی مونده، اما شنیدم که گویا بخش‌هایی از اون رو روز